سلام امیدوارم که خوب باشید ما آرام که کوکتل تیوی و امروز اومدیم با یه رپ جدید حالا شاید بعضی و تازه باشن میگن آرام کیه؟ کوکتل تیوی چیه؟ آرام یه مجری و کوکتل تیوی کامل ترین کانال یوتیوب. ایران توی زمینه رپ از ریاکت بگیر تا اخبار هواشی مصاحبه و همه چی پس اگه خوشت میاد و دوست داری از همه اینا با خبر بشی حتما دکمه سابسکرایب رو بزن و اگه حال نمیکنی و فکر میکنی کانالی هست که کامل تره، اون یکی دکمه تو بزن و برو اونجا به اونا انرژی بده و با اونا حال کن صحبت دیگه ای باقی نمیمونه بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم اول از همه برد پرسپولیس رو بهش تبریک میگم دمش گرم ترکون به همه پرسپولیسی ها تبریک میگم و به ایرانی ها تبریک میگم فرقی نداره پرسپولیسی یا استقلالی یه تیم از ایران رفته توی فینال جام قهرمانان آسیا که خیلی بزرگه دمشون گرم با غیرت بازی کردن امیدواریم که تاریخ ساز بشن و کلی حال کنیم و میریم سراغ حواشی این پنج روز اخیر ببینیم چی بود داستان اول از همه علیرضا جی یه استوری گذاشته توش اینجوری نوشت رایج ترین سبک های موسیقی در ایران یک پاپ دو رپ سه دیس زد بازی چهار راک پنج سنتی حالا نمیدونم منظور شاید با شخص خاصی بود اما خب به هر حال زد بازی خیلی زیاد دیست میشه زد بازی امیر تتلو و چند تا دیگه خیلی دیس میشن و خب اینجوری اعتراض خودشو به نسبت به اونایی که همینجوری دیس میدن اعلام کرد بعد از اینکه آهنگ امیر تطلی و اسم الله اومد اپیکور یه سوری گذاشته یه رو انداخت به امیر تتلو خب اونو سالها بیشه آهنگی دادن به اسم الای الاف اگه اشتباه نکنن و خب یه تیکه رو انداختن به امیر تتلو و یه چیزهایی هم تو اینترنت پخش می شد قبل از اینکه امیر تتلو حتی اینو بخونه ما مثلا دو سال قبلش دیسش کردیم حالا این چند وقته خب امیر تتلو با همه میره تورینگ و نظر میاد اپیکور هم میخواسته بره تورینگ به حال هواشی جاد میشه و یه بازخوردی میگیره حالا هر چه قدم حرف و هرجوری باشه فکر کنم به خاطر این داستانی حرکت رو زد هم خب امیر تتلو اصلا هیچ واکنشی نشون نداد که اینم در نوع خودش عجیب بود خب متاسفانه همونطور که شاید خیلی هاتون بدونید ساند کلا تو ایران فیلتر شده و واقعا یه این داستان فیلترینگ خیلی داره مزخرف میشه آقا به جایی که توش آهنگ پخش میشه چی کار داریم به پلتفرم موزیک چی کار داریم و خب در نتیجه این داستان ها اول از همه مهدیار یه توییت گذاشته توش نوشت با فیلتر کردن سانکلاد مشکلتون برطرف نمیشه با ملی کردن اینترنت هم برطرف نمیشه با کشتن مردم هم برطرف نمیشه تا روزی که محاکمه بشید این داستان ادامه داره بعد از اون کاگان یه توییتی اینجوری گفت زنگ زدیم پیگیری کنیم ببینیم چرا فیلتر شده گفتن به خاطر یه کار جدید فردی به اسم اشکان فدایی اسپاتیفای هم الان دو سه روز دوباره فیلتر شده حالا اسپاتیفای من نمیدونم ولی فیلتر شده چیه داستان و نمیدونم دیگه به نظر میاد که به خاطر آهنگ فدایی اونجور که کاگان میگه این به هر فیلتر شده و خیلی اتفاق بد و ناگواریه واقعا، تاسف آور چون تازه داشت این فرنگ خیلی جا میافتاد خیلی فرنگ بالی داشت میشد و یکم سختتر می میکنه کارو برای مخاطبا سید خان هم با یه توییت دیگه زد هشتگ آهنگ گوش دادن جرم نیست خب آهنگ دردسر پخش پخ شده خیلی هم می گفتن آقا این دیسه حالا دردسر هم یه همکاری بود بین بهزاد لیتو و خشار اس آر از آلبوم خشار اس آر به اسم اتصالی اولین سینگل ترکش بود خب یه دوتا تیکر ریز به همین خلوت توش بود اما به گفته خود خشار اصلا دیست نبوده و حالا دو تا رو توش گفتن اما خب یه داستانی بیر امیر خلوت و خشار بود که داشت به بتل کشیده میشد و داستانش هم کشیده شد به بتل اینجوری بود که خب توی قسمت قبل دیدیم یکم با هم درگیری کردن و بعدش امیر خلوت همون تزی که سامان ویلسون به رضا پیش رو داده بود یعنی اینکه بیا توی ترک با هم بخونیم و به خشار داد خشار هم قبول کرد و خب توی چند تا استوری و این حرفا گفتش که آقا این یه حرکت و یه جنبشی داره را میندازه منم پایم قرار شد یه نفر رو به عنوان فرد بیطرف اون وسط بذارن که امید هنرور شد و قرار شد مردم بیتاشون رو بفرستن اون بیتی که جوف آرتیست اوکی بودن و بذارن توی لایوی هم که همین چند ساعت پیش که یعنی چند ساعت قبل از اینکه شما ببینید این برنامه رو داشتن خشار و امید قرار شد که وقتی که بیت انتخاب شد پنج روز وقت تکس نویسی داشته باشن و کسی هم ورسه اون یکی رو نشنوه و امید اینجا به عنوان کسی که رازدار تو این داستان هست و خب این آهنگ خیلی نزدیکه قراره که بیاد اما یه داستان دیگه ای که بود اجدر که از گروه بومباکس هست یه سری استوری اول گذاشته و یه تیکایی رو به خشار انداخت که میبینیم خشه سار چی شده داشت رفتی اونور لات شدی به این میپری به اون میپری گوشی تو میگیری اینجا اینجوری حرف میزنی تتلوازی چی در میاری داشت تو که بطلا قبلی تو که با رفیقات گذاشتی و من میدونه اینو این هم که میگی این وی اس رو من آوردم و آی وای فلان که داشتی اون زیبه سال پیش سینان ارگال این همه این کارها رو کرده شما جفتتون فکر کنم تو همه سن رپیتون اصلا نمیخوره این بازی رو نمیدونی تو تا پنج سال پیش تو استدیو ددان میگفتی که داشت من اصلا رپر نیستم و من به زور بیت و ملودی و میکس و اینا خودم کشوندم تا اینجا و حالا چی شد رپر شدی بتل میذاری گنگش میکنی داشت بیوجه درست حسابی بتل کن ببینن چند چندی بذار بقیه هم ببینن چند چندی اون بچه رو داشت ول کن اون هر روز فاز ده سال پیش بهرام راد دراباد داد میخونه داشت بیا اینجا بینم تکنیک چی میزنی لفظ چی میای فلو چی می کی یادت داشت کچر بله میبینید تو این سری سری حرفا رو زد و گفت آقا میخوای اینو به اسم خود بزنیم مال سینا نرگال بوده این اول حالا نمیدونم من ندیدم از نرگال اگه ندیدم بفرستید حالا شاید چون من زیاد نرگال رو دنبال نمیکردم ندیدم ولی اگه هست حتما به من بگید که بررسی کنیم اما خب این که توی یه ترک همو دیست کنن داشتیم قبلا به صورت فان اونم یه ترکی بود از نابغه ها که دیسی به زد بازی بود و روی یکی از کنم آهنگ های اگه مایبند امینه بود خونده بودن و توش حتی مثلا قاف می اومد پیشرو دیس می کرد پیشرو جواب میداد البته خب اصل آهنگ دیس زد بود همون آهنگی که میگفت چهار تا مگس میگن ویز, ویز 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 و بوتیکای دیگه مثلا رضا پیشرو به قاف میگفت قاف, قاف 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 لامه و مثلا قاف هم میگفت اینجوری نگو قاف داف ماف داره این حرفا و بود این داستان اسم ترک دقیقا یادم نیست متاسفانه ولی خب اون بود به عنوان اولین ترک ایران من یعنی من شنیدم اولین ترکی که شنیدم دو نفر توش همو دیس میکردن حالا به صورت فان اینجوری انقدر جدی نبوده حالا بعد از اینها اجدر اومدش یه پست تکمیلی گذاشت و گفتش که آقا اول استوری گذاشت گفت برین آتیش بذاریم براش و پستش رو منشن کرده بود که تو اون پست میگفت آقا خشارستار خیلی کارا کرده اما وقتی حرف از بتل میزنه داستانش یه جور دیگه است میبینیم اینو با هم آقا یه چیزی بگم به این مخاطبا این که من دارم به خشدار این حرف رو میزنم چون کاراکتر مهمی تو رپ فارسی دارم این حرف رو باش میزنم چون که خیلی کار کرده تو رپ دارم این حرف رو باش میزنم وگرنه واسه مهم نبود کی داره چی میگه اینکه که اینجوری میگیره و میاد میگه بعد کنیم و اینا داستان ترک هیت ساختن با بتل رپی خیلی فرق میکنه اینکه ملودی خوندن و هنگسازی و میکس و با کی کار کردم و هیت دادم و چند تا فالوور دارم با اینکه بتل رد بکنیم با هم خیلی فرق میکنه اینکه بخوای یه تاریخچه یو تو رپ فارسی به نام خودت رقم بزنی در صورتی که قبل این اتفاق افتاده این چیزه با هم دیگه خیلی فرق میکنه آقا خشیار بیا تو رینگ داداش بیا اینجا ببینیم چند چندیم نه اینکه تو همه داستانات با هم دیگه هماهنگی و, و این حرفا خب همونجور که دیدید اجدر دعوت میکنه خشار رو به بتل حالا این داستانی هم که همه همو دارن دعوت میکنن یه ذره داره عجیب غریب میشه اما خوبه به حال کارهای جدیدیه ولی خدا کنه خزشتر در نیاد و به حال اینو این حرفو زد و بعد ببینیم که خشار قبول میکنه یا نه اجدر هم بد نیست کارش تو میتین که هیچی خوبم هست قبلا ازش دیدیم چند جا که تو میتینگ بوده و به حال بتلاش اومده باحال بوده و فکر میکنم بتل اجدر و باحال میشه اگه انجام بدن حالا باید ببینیم چی میشه خب یه درگیری دیگه هم این چه هست که خب جالبه بدونید از کجا شروع شد آهنگی به اسم حلال حسون اومد از ام و اردوان بعد از اون جیدال یه استوری گذاشته توش نمیش بعضی از نسل یکی یه آهنگایی میدن که اصلا آبدوخیاری و این حرفها و اعتراض خوش رو اعلام کرد خب همونجور که برداشت میشد یا سوء تفاهم میشد و خیلی از پیجام تو به برحال پستاشون این داستان رو گفتن میگفتن آقا جیدال اومده به سهراب اینجا اینجوری تیک انداخته بعد از این هم آرش سرطان یه استوری گذاشته گفت آقا بیا تو رینگ و بعدش هم رفت روی به حال حلال اورسون یه ورس خوند و اونو ریمیکس کرد و دیس به پایدار و جیدال داد حالا اینکه خیلی وقته سرطان داره دیس میکنه پایدارو و هیچ جوابی نمیشنوه به کنار که یکم داره عجیب غریب میشه انگار خصومت شخصی نمیدونیم دقیقا چیه داستان اما خب تیکایر هم به جیدال انداخت و علی اردوانم یه سری استوری گذاشته گفت شما فعلا ماسک صورتتو تو بذار سوشی بزن صدقه سر جی شاید یه گوهی شدی تو یوتیوب تو به رب نمیخوری که همون باید تبلیغ لوازم آرایشی بکنی خب بعد از این داستان یه سری استوری جیدال گذاشت و بعد رفت توی تلگرامش یه سری حرف و زد گفت آقا من اصلا منظورم ام نبوده من اصلا نمیدونستم اینا آهنگ دادن حالا قبل از اینکه اونو ببینیم یه چیزی جیدال گفت که یه بررسی ریزی با هم میکنیم گفت آقا ما این تیکر رو انداختیم مثلا بچه زد بازی و سهرابینا سرطان رو فرستادن که ما رو دیس کنه و حتی سرطان رو به عنوان استعدادی که مثلا زد بازی پیدا کرده و اینا گفت که این حرف غلط بود و تا اونجایی که من میدونم حالا شدم اشتباه به من رسوندن فیتی هم که سهراب جای با آرش سرطان داشت پولی بوده و فکر کنم طرف 70 میلیون تو منم پول خرج کردم برای این فیت و فیتاش و خب اینجوری نبوده که مثلا استعداد یابی باشه و این داستانا اما به هر حال توی وایساش گفتش که آقا ما اصلا منظوری به اینا نداشتیم ما اصلا گوش نده بودیم اینو نمیدونستم همچین ترکی اومده و من منظورم به تتلو بود من چند تا آهنگشو داشتم رو یوتیوب گوش میدادم ببینم چی خونه و واقعا دیدم که چقدر ضعیف و از این داستان ها و خب یه نکته عجیب و شاید میشه گفت بعدی که بود این بود که خب طرفدارای تتلو ریختن سرش و کلی فوش و بعد بیرا این داستان ها بعد اونم اومد یه سری وایس تکمیلی گذاشت جیدار گفت آقا من خب حال نمی کنم و گفت بجز آهنگ شب تیره و جهنم که واقعا خفن بود و همه رو اوکی بود بقیه آهنگاش از نظر من خوب نیست و به یه نکته اشاره کرد که واقعا هم درسته گفت آقا کسی که شما قبولش دارید حالا نه پیامبره نه قدیسه نه هیچی اونم اشتباه میکنه همه هم نباید آل کنن باهاش فوش و اینا چیه و یه توهینی هم به طرفدارا کرد خب اینجا ما میتونیم حقو بدیم بهش چرا چون اول طرفدارا رفتن ریختن سرش خیلی مؤدبانه اومد گفت آقا من باید مثلا تتالو حال نمیکنم هر کسی همین اجازه رو داره اینکه شما بگی هیچکس کس بوته بوته پایدار بوته تتالو بوته هر کسی باید از اینا خوشش بیاد اینجوری نیست شما سلیقت حال میکنی دمت گرم اون حال نمیکنه همونجوری که اون بعد به سلیقه تو احترام بذاره نباید بیاد بگی اه این چی گوش میدی بیا اینو گوش کن شما هم نباید بره بهش بگی چرا بعدت میاد بعد گوش کنی و یه تقابل دو طرفه یه احترام دو طرفه و باید گذاشته بشه حالا قبل از اینکه بشنویم داستان داستانای جیدال و صحبت‌های جیداله رو به چند تا نکته دیگه هم اشاره کنیم جیدال اومد گفتهش آقا این سرطان که میاد هی hey, عرفانو دیس میکنه قبلا میومد پاچخاری که آقا بیا با من بخون و فلان و اینا عرفان قدیم کمکش کرده بود اما باش نخوند ایشون هم سرش عقده‌ای شده شروع کرد دیس کردن خب این داستانی خیلی وقتی بود ما شنیده بودیم اما خب صوتی چیزی ازش نبود که جیدال اومد یه صوت هم گذاش از حرفایی که آرش سرطان و عرفان زده بودن خیلی سال پیش اما باز قبل از اینکه اینا رو بشنویم علی اردوان و آرش سرطان یه سری استوری دیگه در جواب به حرکت های جیدال گذاشتن که با هم میبینیم آرش سرطان نوشت راجب به همه چی حرف زدی به جز شایان کیهانی تکلیف اون و تو داگی استایل رو روشن کن بابا ارفان اگه گوزی بود که 20 تا طول سگ دورش جمع نمی کرد اون موقع که شروع به عرفان کردم تو بذر موز هم نبودی و در ادامه علی اردوان نوشت واقعا مارکت عجیبی داریم همه جای دنیا یارو میاد موزیک هیت میده معروف میشه اینجا یارو رو میکنن تو گونی مثل سگ میزننش فرداش معروف میشه میشه خواننده معروف معروف تو مایه های معتادا نمیگیرن در زم صحبت کردن راجع تتلو برا دهنت خیلی بزرگه اون گونی اگه نبود الان اینجا نبودی خب اون داستانی که از دربار شایان و این آرای سرتا میگه من هیچ ایده ای ندارم اما درباره اون گونی و این داستان با علی اردوان صحبت کردم منظورش اون داستانی که با قاف داشت اون درگیری ها بود اما خب قبل اون میشناختن جیدالو و دعوایی هم که جیدالاش موزیکی بود دیگه و اون داستان ها بود جیدال هم بود تو پایدار خب قبل اون آهنگای باحالی هم داشت مثل دم صبح و چه این داستان میوه ممنوعه و مشخی هم که همون دیس بود و این حرفا و میشناختن جیدال اون زمان ها و فکر نمیکنم به خاطر این داستان بزرگ شده باشه گرچه که خب یه حاشیه خیلی گنده بود واسه خودش اما به هر حال میریم میبینیم استوریا و به هر حال صحبت‌های جیدال رو برمیگردیم آقا یه مسئله ما استعداد میاریم دارا کلایی مدگر ایمانمون مهتا بعضی هم استعداد میارم از اکبر سنگ کلیه حسام سکسیوی من که این یه شای دوزاری ها اینجا صحبت نمی کنم که 500 کی فالوور واقعی باشه ولی اونایی که عشق خاله دارن سوایپ اپ کنم بیام تو چنل تلگرام توضیح میدم دقیقا استوری من با کی بوده این حرفایی که زدم چی بوده داستانش و اینکه ها چقدر به اشتباه به دل گرفتن و داستان چوب برمیداری داری دزده در میره شده بیاین تو چنل روشن کنم داستانو سلام به همگی امیدوارم حالتون خوب باشه بچه ها از اونجایی که توی اینستاگرام ستوری گذاشتم گفتم توی چنل توضیح میدم راجع به این اتفاقایی که افتاده گفتم این بایست رو اینجا بگیرم و حرف بزنم آقا کل داستان مثل که از اینجا شروع شده که ما استوری زدیم گفتیم که یه سری از آرتیست های نسل یک دیگه واقعا کاراشون داره آبگوشتی میشه و یه سری واقعا به اشتباه به دل گرفتن که من دارم اونا رو میگم چون اون روز آهنگ داده بودن و من مثلا واقعا از آهنگم خبر نداشتم مثلا بعدش فهمیدم و شروع کردن یه همچین ریاکشن نشون دادن و یه آدمی که ده سال هیچی نشده هیچ پخ یارو با رفته تو من تو نشده اول اولم میخواسته شروع کنه از زیر تخمای ارفان شروع کرده یعنی اومده با ارفان کار کنه خایمالی ارفانو کرده ارفان هم کمکش کرده فقط باش فیت نداده این هرسی شده پنجات دیس داده به ارفان که حالا همه اینا مدارکش هست و اینا قشنگ مستند اینا رو نشون میدیم به موقعش که چه خبره یعنی آماده باشه که آبروش رو میخواهم بد ببرم اصلا یعنی بد ببریم ولی خب انیوی anyway. این آدمو شیر کردن که بیاد منو دیس کنه به من دریوری بگه فوش ناموسی هرچی از لحنش ترم بگه در صورتی که من اصلا به اینا هیچی نگفتم یعنی اون استوری من با اینا نبوده حالا با کی بوده توی وایس بعدی میگم با کی بوده آقا من داشتم وایس میگرفتم تلفنم زنگ خورد حالا من واقعا با, با کی بودم این استوریا رو با ما نشسته بودیم تو خونه داشتیم رو یوتیوب بالا پایین میکردیم لو از اون جایی که رو یوتیوب فعال خیلی چند تا از آهنگاش اومد ما آه گذاشتیم گوش کردیم بعد دیدیم ریتم 6 و 8 افتزا ویدیوی افتزا لیریک افتزا تر تیپ افتزا تر همه چی مزخرف و آبگوشتی تا این حالت ممکن اصلا واقعا هر انسانی با مغز سالم روح سالم اینا رو گوش بده حالش بد میشه اصلا واقعا این داره آبروی روی ها رو, رو, یوتیوب میبره نه ما ما هم گفتیم با این آرتیست نسل یک رپ فارسی خیلی خیر سرش اون اونجا یه استوری گذاشتم گفتم بعضی از آرتیست های نسل که رپ فارسی واقعا کارشون گوشتی شده که واقعا هم شده حالا اینی که اینا به دل گرفتن خیلی جالبه میگم داستان چوبا برمیداری دوزده در میرست برای خاطر اینکه من اصلا سراب امجایی رو نمیگفتم داشتم راجعه تطلو صحبت میکردم واقعا اصل داستان تای دلم و اصلا نمیدونستم که این آهنگ چیه رو نمیدونم اگه دادم بعد یه ها اینا هم خداخواسته به دل گرفتن و یه هم دیگه از قریتزی رو انداختن جلو اونم بدتر از سلطان هر هرچی فوش بلد بوده گفته اصلا از نظر فنی اینا این حرفی انگار ندارم بزنم فقط بردم فوش بدن یعنی یارو مثلا تکنیکالی آهنگسازی فلان آهنگ زیر خط فقره فقط یه سری فوش رو چیده پشت سرم گذاشته اونجا من واقعا تخمم هم نیست چون میگم این آدم تش از زیر تخمای خودمون شروع کرده و اینکه این آدمی بوده که از ارفان خواسته بهش کمک کنه ارفان بهش کمک کرده و گفته بیا با هم فیت کنیم ارفان باش فیت نکرد رفته دیست داده پنجا تا دیست داده ده ساله داره میخونه هیچ پخی نشده یه آدم هممالیه که این تو ایران مثلا دختر رو تهدید تلفنی میکنه یعنی یه موجود اصلا افتضاییه واقعا میدونی اصلا سیسمون هیچ رقم به هم نمیخوره میدونی کلمه این که من شورت هم واسه یارو کت شلواره واقعا اینجا صدق میکنه خب و اینو آوردم وسط که حالا واسه ما هارت و پورت کنه دیگه خیلی جالبه واقعا میگم البته at the end of the day همشون ته تهش مثل همون سلطان میمونن یعنی فقط فوش خارمادرن هیچ مغزی تو کارشون نیست یعنی واقعا علنا روک هیچ مغزی تو کار یارو نیست فقط فش میده نه فن داره آهنگش نه تکنیک داره نه مثلا فلو خاصی داره داره داد میزنه لب لب بابا ولمون با 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 کن بابا با جمع کنین خدا وکیلی همتون یا چی گفتی نفهمیدم مثلا آهنگ هم مثلا تو ماشین هست همیشه اتفاقا گوشم هم بیشتر خیلی هم با استیل فعال میکنم ولی این قضیه که پیش ها رو عجب و مثلا با اون یه رفت شد در نور اومد مثلا یه رفت نه گفتم پس حالا بیا پس ما هم یه حکه دیگه نه که بعدش این قضیه مثلا چه رفت فرطه بوده ولی خیلی شرمنده شدم گفتم خب من زنگ بزنم یا از بکنم کرده اینه که باشیم

تعطیلیم. آقا من نمیدونم یارو خداه پیغمبر خداه خمینیه کیه که هیچگی نمیتونه نظر مخالفش داشته باشه جدی من خواهدم میگن سلطان سلطان کدوم کوره دهات خدایی سلطان کجاست دقیقا که نمیشه آدم رو نظر بده واقعا حالا من اگه وقت کنم حتما یه لایو اینستاگرام هم میذارم اونجا هم صحبت میکنم چون اونجا خیلی مثل اینکه فعال ترن فوش زیاد فوش خار و مادر یه جوری که انگاری واقعا با من پدر دارم دارن و حالا جدی حالا از این فوش ها اصلا ناراحت نمیشم یعنی چیزی نیستش که اونجوری ناراحت هم کنه فقط دلم با سه مردم ایران میسوزه دلم با طرفدارای یارو میسوزه دلم خیلی چیزا میسوزه خدایی چون این نشون میده وقتی این حجم از آدم این همه فش میدن این نشون میده که واقعا اوضاع بدی داریم به قول اون آخونده اوضاع خیلی خیت خدایی بر اینکه اومد گفتم خوشم نمیاد دیگه از این چند تا آهنگ یارو خوشم نمیاد فش خارو مادر نداره که بعدم اصلا من نمیخواستم اینو بگم راستشو یعنی اینو اصلا نمیخواستم بگم اون استوریه که زدم اون روز با کی بوده یه جورایی شرایط یه طوری شد که بیام بگم یعنی دیدم یه سری دارن ازش سو استفاده میکنن خودشونو گنده کنن دیسترک به ما میدن فش میدن دیدی که نشستم تو رپ فارسی کلا یکی یه یک چیزی بگه یکی بندازه روش داستانش کنه و معروف شه از اون طریق خلاصه این حرفو زدم واسه خاطر این که بگم که اونا اصلا دارن اشتباه میزنن یعنی نظرم اصلا نمیخواستم خیلی پابلیک بگم به اصطلاح ولی حالا که پابلیک گفتم نمیدونم چرا انقدر ناراحت میشن جدی وای اگه یارو اما بهتره خب دیگه نظرم اونقدر مهم نیستش که مثلا شما انقدر هرس بخورین و ناراحت بشین و فوش خورما اصلا نمیدونید چه به یه هفت روش سامورایی دارین فوش میدین خدایی و جدی بدینم و یعنی اصلا اصلا برام مهم نیست هر چی بیشتر فوش بدین من احساس میکنم کاری که دارم میکنم درسته به اصطلاح گالیله میگفت زمین گرده همه کیشیش های تو کلیسا ها میگفتن نه صافه آخر سر معلوم شد که زمین گرده همه کیشیش ها و همه فالوئر هاشون در موقع <applause> موقع فالوئر نبوده چی میگم بهش مسیحی ها همه میگفتن که زمین صافه این بابا تنها آدمی بود که میگفت زمین گرده آخر سر هم در که زمین گرده کلی هم به یارو بعد و بیرا گفتن میخواستن آتیشش بزنن هزار تا بلا سرش بیارن یعنی از اون طرف من اگه با من مخالف باشین اصلا ناراحت نمیشم اگه تعداد هم زیاد باشه بازم اصلا ناراحت نمیشم اگه فوش بدن دری بری بگن ناراحت که نمیشم خوشحالم میشم چون واقعا دیگه مطمئنم حق با منه میدونی چی میگم خب این بود از صحبت جیدال بعضی جا حق داشت آقا حال نمیکنه با یکی و فوش خوردن یا فوش دادن نداده نداره و توضیح داد درباره سوء تفاهمی که داشت و که این فرنگی جا بیفته حالا الان این وسط یه سری ها هم میگن نه nah, تو داری طرف جدال میگیری اصلا کاری به داستانش با سرطان و این حرفا نداریم یا علی اردوان ولی در مورد اینکه تطلیتی رفتن بهش فوش دادن نکنید این کار دیگه طرفدار هر کی هستید بابا یکی حال نمیکنه حال نمیکنه اصلا بعد سلیق فوش مادر نداره ای. و بی خیال این داستان بشید لطفا و این کارایی که میکنید هم باعث میشه وای به منفی بگیره اون به حال خواننده و خب بیجا هم فوش میخوره نه فقط اونو بقیه طرفداراش مثلا الان ببین یو مثلا فلانی میاد قاطی میکنه میگه بعد تتلو میشن و قاطی میکنه میگه همینجوری فوش 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 فوش, فوش. آقا حال نمیکنه چون بذار کنار گوش نکن حال نمیکنه ولش کن اون داره خط فکریشو به تو میگه خوبم هست روشن میکنه تو میدونی آقا با یکی که خط فکریش مثل منه میرم دنبال میکنم این می یکی نیست دنبال نمیکنم آهنگ خوب داد گوش میدم آهنگ بعدم داد گوش نمیدم تموم شد و اگه منتقدی بیا نقد کن اگه نه که دنبال نکن که فوش دادن چیه اما سی جی علی استوری گذاشت و نوشت کم کم دو تا آهنگ میدن اسمشو میذارن آلبوم یه موجی خنده هم گذاشت نمیدونم این تیکه به کیه یا چیه داستانش هیچ ایده ندارم اما خب یه تیکه که انداخت و اگه واقعا کسی دو تا آهنگ داد اسمشو میذاره آلبوم یعنی سینمافی زد و نوشت توی تیتراژ فیلم های تلویزیون بود اسمشون توی فیلم های سینمایی بود تبلیغات تلویزیون بود شعراش توی بیلبورد های شهر بود تو ضبط همه سن آدمی بود ولی ممنوع بود که واقعا خیلی تلخه و داستان رپه واقعا همه جا دارن ازش استفاده میکنن و مظلوم ترین چهره و هنرمندا هنوز که هنوز رپران با اینکه بیشترین تاثیر رو داشتن بر فرهنگ ایران و واقعا جای تاسف داره خب جیدال چند روز گذشته و حتی چند ماه گذشته یه سری استوریا گذاشته بود راجع به اینکه آلبوم بنفش داره میاد آهنگسازیش با مدگله و اولین آلبوم یا مثلا آهنگای ایرانی هست که پرودوسرش یک دختره و گفت خیلی افتخار میکنه و این داستانا خب واقعیت قضیه این نیست نمیدونم شاید جیدال نمیدونه این داستانا و خب این قضیه به خود سالم و ام هم برخورد و سالم و ام سی نه که برخورد به هر بهش گفتن و اومد یه استوری گذاشت و اینجوری نوشت ناخوشاگاه اولین آلبوم هیپ هاپ ایران که توسط یک زن بیت سازی شده ممنون از همه که با آگاهی از این حقیقت پیغام زدن در تاریخ رپ ایران اولین های زیادی به نام منه ولی خب نه خودم دنبال تبلیغشون هم نه طرفدارانم که دنبال حیاهوی ماجرا نیستند و بعدش نوشت ولی نهایتش اینه مهم نیست که اوله به امید روزی که اونقدر آهنگسازا و پرودوسرهای زن زیاد بشن که هیچ کی یادش نباشه کی اول بوده که خیلی جالب و قشنگ بود و خب راست میگه قدیم داشتیم و نبوده دیگه اول به عنوان اولین مثلا پرودوسر دختر ایران نیست مدگل و کاراشم خیلی خوبه هیچ چیزی نیست حالا حالا به عنوان اولین نیست امیدوارم آلبومشون هم بیاد و حال کنیم خب یه چیزی که این چند روزه خیلی زیاده و خیلی دارن ازش استفاده میکنن و سو استفاده و پست میذارن میزنن اسکی جدید ام و اردوان و میگن که آقا این آهنگ دوزی بوده خب منم روزی که آهنگو شنیدم تو ریاکت اگه دیده باشید که گفتم بی تکم آشناس ولی خب خودشون اعلام کرده بودن بعدن که من رفتم دیدم دیدم هم تو رادیو جوان زده هم به حال زیر پستی که خود علی اردوان شیر کرده نوشته که از فلان سامپل پک استفاده شده و خب امیر خلوت که یه تیکای از آهنگم 20 به اون بود اومد یه استوری گذاشته و نوشت دوزی بوده و حلال و سنو این داستان ها بعدش هم علی اردوان اومد یه سری تیکای انداخت و گفت آقا نبوده اینه داستان استوری ها رو پشت سر هم میبینیم میایم خب خطاب به اون رفیقمون که کش کجی خواستم بگم که زرنگ ما قبلا خودم اعلام کردیم که لوپ کار از یک سامپل پک استفاده شده حالا تو شعورت نمیرسه به این حرفا قفن ترین کاری هم که جمع کردیم بوده یکی پیانو به زن تو هم بگی من خیابونه هم فیلان بیستار عدای برام رو در بیاری. عقب میدم بهت نفهمی دیگه ردیفه خب استوری هاشین رو دیدیم جواب هاشین رو دیدیم اما یه چیزی که این چند وقته واقعا من درکش اینه که هرچی میشه بر حال میپرم به این داستان امیر خلوت و بر اینکه کج فلان بابا یعنی چی چرا بیا اگه انتقادی از درست مسخره کردم به این شکل مگه دست خودشه مثلا مگه از قصد مثلا ادا در میاره چرا من اینو نمیفهمم و جالب اینجاست بعضی هم که این کارو بهشون میندازن خودشون میگن که آقا این اشتباه که یکی خاطر ضعفش مسخره کنی و درک نمیکنم اینو مسخره کردن یه شخص خب دو روز دیگه هم یکی بیاد بگه تو فلان جایی مثلا دیگه ها نمیشه که و فکر کنم آقا بیا تیکاتو بنداز تیکه بنداز فلان کن چیزش کن اینجوری مسخره کردن به نظرم جالب نیست و خیلی هم زیاد شده رو امیر خلوت بند خدا این داستان به حال این بود از رب حواشی این چند وقته بعد پنج روز اومدیم امیدوارم که لذت برده باشید اگه دوست دارید حواشی و اخبار و مصاحبه ها رو ریاکت و اینا رو همه رو ببینید گفتم بزنید اون دکمه رو که از دست ندید برنامه ما رو و اگر هم حال نمی کنید که این همه چنل هست برید اونجا لذت ببرید به اونها انرژی بدید و یه خواهشی هم که دارم با بچه ها صحبت می کردیم چند تا از کانال های دیگه می که از مثلا بعضی ها میان فوش میدن و اینا به ما هم میدن سر اصلا داستان این بود که یکی از مخاطبای یه پیج دیگه به ما یه فوشی داد ما رفتیم پیگیرش شدیم چون گفت من دوست فلانی هم. دیدیم که آقا از این خبران نبوده و اونم گفت آقا میان مثلا 5 6 نفری هستن که میان این کارو میکنن نکنید دوستان برنامه ما رو دوست دارید دمتون گرم ببینید با خط فکری ما حال میکنید دمتون گرم ببینید لایکتون رو بزنید حمایت که میکنید دمتون گرم بکنید با کس دیگه ای حال نمیکنید نبینید یا اگه میبینید هم انرژی منفی ندید به هر حال اونا هم دارن زحمت میکشن به هر حال اونا هم دارن کار میکنن اینجوری نیست که یکی زحمت بکشه یکی نه برید اگه یعنی بمونید اگه اینجا حال اگه نه هم که برید اونجا اونجا حال کنید و همین دیگه خط فکری هایی که دوست دارید رو دنبال کنید با همونا برید و دیگه فوش دادن نره حال نمیکنی دمت گرم حال میکنی دمت دو برابر گرم و دمتون گرم دیگه خیلی انرژی میدید من معمولا کامنتاتون رو میخونم تا جایی که میتونم کلی انرژی میگیرم خیلی عشقی دمتون گرم اگه شما ها نبودید ما هیچ وقت به اینجا نمیرسیدیم و همه اینو مدیون شما این پس دمتون گرم مرسی و لایک و اینا بازی نره مثل همیشه که من کامنتاتون رو میخونم و لایکاتون کلی انرژی به من میده و آرزو همیشگی این که امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی سی